شروع کن مرزد. خب امروز نشست آخر رودکی خانی مونه، به این دلیل که باب چهارم رودکی ابیات پراکنده که مونده از رودکی از منظومه های کلودمنه و سندبادنامه و منظومه های دیگه که رودکی سراییده و ما اینا رو نداریم و خیلی پراکنده بعضی از بیتاش اتفاقی به دستمون رسیده. من همه این بیتا رو نمیخونم، وقتش نیازی هم نیست برای همچین جمعی، هم منظورم جمع پابلیکی که الان مخاطب زنده هم داریم، بشینیم تک تک این بیتا رو بخونیم. بعضی هاشم شروعش این چند تای اول رو میخونم، چند صفحه اول رو در واقع مثلا در 10 دقیقه رو، با این نگاه که یه جور خاطره بازیه دیگه. بیتا رو که میخونیم یادمون میاد که این بیت مال کجای کلیله و دمنه یا کجای سندباد نام است، و چون بعضی هاشو اخیرا خوند. بعدش یه کوتاه در حد 4-5 دقیقه شاید کمتر در مورد خود رودکی حرف میزنیم و میبندیم این پرونده. این چیزی که رو صفحه میبینید شروع این ابیات پراکنده، این بیت خیلی بیت بنومی هست، در واقع دو بیته، یه بیتش اینجا نیومده توی ملاقه نفیسی، من از روی نسخه رواقی بیت قبلیش هم میخونم. میگه که هر کرا ایزد لختی هوش داد، روزگار او را بسنده اوستاد. هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. خیلی خیلی درخشان و زیباست و به حق یه جوری ضرب المثل هم شده تقریبا. بسیار زیباست، عالیه عالی. این چیزی که رو صفحه میبینید 4 بیت بعدی، در واقع فقط بیت اولش رو من توی نسخه رواقی پیدا کردم، همونو میخونم. 3 بیت بعدی رو ندیدم. از خراسان بردمد طاووس وش، سوی خاور میخرامد شاد و خوش. منظورش آفتاب دیگه. بعدش این بیتایی که آخر صفحه بینید و بیت بعدیش که صفحه بعدی، 2 بیت با هم دیگه، دیگه همچنان سرمه که دخت خوب روی هم به سان گرد بردارد از اوی، گرچه هر روز اندکی برداردش بافتم روزی به پایان آردش. دیگه مثل سرمه که یک دختر برای آرایش خودش مثل گرد، یعنی خیلی کوچولو کوچولو ازش برمیداره، اگرچه خیلی کوچیک کوچیک برمیداره بالاخره یه روزی تموم میشه. بافدم یعنی سرانجام، واژه پهلویه. این دو صحبت بعدی که از کلیله و دمنه یادمونه دیگه، کدوم داستانه؟ داستانیست که به این زودی از خاطر آدم بره. شب زمستان بود کپی سرد یافت، کرمکی شبتاب ناگاهی بتافت، کپیان آتش همی پنداشتن، پشته هیزم به دو برداشتن. اون قصه میمونهی که سردشون بود کرم شبتاب رو به جای آتیش اشتباه گرفتن. این 4 بیت بعدی که میبینید، که بیت دومش باز الحاقیه و 3 بیتشو میخونیم، این هم باز یه قصه ای از سندبادنامه است که اخیرا خوندیم، شاید هفته پیش یا پیشتر. آن کرنج و شکرش برداشت پاک، و اندر آن دستار آن زن بست خاک، و در آن دستار آن زن بست خاک. آن زن از دکان فرود آمد چو باد، پس فلرزنگش به دستن در نهاد. شوی بکشاد آن فلرزش خاک دید، کرد زن را بانگ و گفتش ای پلید. اون واژه فلرزنگ و فلرز بخشی از پیراهن، لباس، حتی شلوار یا هر جای لباس که توش مثل یه چیز خوراکی بریزی، مثل بخچه، و ببندیش این بهش میگن فلرز یا فلرزنگ. امیدوارم توضیحم آشکار بوده باشه. قصهش هم اگر بوده بودین با ما، همراه بودین باشین با ما، میدونین کدوم قصه رو داری میگه. علی که قطعا یادش هست دیگه، اون زنی که رفت برنج خرید و بعد با بقال داشت یه کاری عاشقانه میکرد اون گوشه، شاگرد بقال اومد خاک ریخت به جای برنج. حالا من خیلی برام جالبه، مثلا چجوری شده که این چند تا بیت از وسط داستان مونده؟ خیلی.
این مثلا کتاب دیگه ای بوده دیگه، اون نمیدونم حالا دقیقا چه اتفاقی افتاده چجوری، فقط یعنی چرا بیت قبل و بعدش نمونده. خب از سفینه ها و کتاب های مختلف اینجوری جمع کردن، اینا فقط مونده. یا این بیت بعدی که باید قشنگ یادم دیگه، اوایل کلیله و دمنه، جایی که شیر صدای شنزبه رو میشنوه. دمنه را گفت تا که تا این بانک چیست، با نهیب و سهم این آوای کیست. دمنه گفت او را جز این آوا دگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. دلگسسته داری از بانگ بلند، رنجگی باشد تو آوار گزند. این رنجگی معنای آزار، و خود آوار هم که اینجا اشتباه آواز نوشته شده، آوار هم به معنی رنج و آزار و اینا. دو بیت بعدی، گفت هنگامی یکی شهزاده بود، گوهری و پرهنر آزاده بود. شد به گرمابه درون استاد و گوشت، گوشت یعنی لخت و برهنه. بود فربی و کلان بسیار گوشت. بازم یادتونه دیگه کدوم داستانه. آیه بیتی دیگه هم اضافه تر داره که اینجا نیومده، اونم بخونم. یه چون که زن را دید لچ، کرد اشتلم، همچو آهن گشت و ندادیچ خم. کاش اینم کاملش مونده بود. این شاهزاده قنوج دیگه. دقیقاً. واقعا خیلی خوب بود این، اگه به نظم رودکی داشتیم اینو. من با خط درشت می‌نوشتم می‌زدم. یه که میگه همچو آهن گشت و ندادیچ خم، خیلی بامزه. آره. دو بیت بعدی، کشتی بر آب و کشتی بانش، باد رفتنن در وادی یکسان نهاد. نخله باید چون نه انگیختن، نزد کشتی بیم و نزاویختن. اون وادی یکسان نهاد مثلا یک دریای بیموج و آرام، کشتی داره میره، باد کشتیبانشه، یه خله نمیخواد. این خله واژه‌شو یادم باشه، خیلی باحال، یعنی پارو، پاروی قایق و کشتی. واژه خلبان از اینجا اومده، خله. صحبت بعدی هم من نمی کنم چون پیدا نکردم توی رواقی، بعدیاشو می کنم. و از درخت، این هم باز یادمونه کدوم داستانه. و از درختندر گواهی خواهد اوی، تو بدانگاه از درختندر بگوی، کان تبنگو کندرو دینار بود، آن ستت زی در که ناهوشیار بود. دو نفری که کیسه طلا پیدا کردن، بعد یکیشون خواستن یکی کلا بذاره، پدرش رو فرستاده بود تو درخت. آره، تو درخت. آفر. یا این چهار بیت بعدی هم باز اخیراً خوندیم اینا رو، یادمه فکر کنم تو سندباد‌نامه بود. همچنان کبتی، چون کبتو یادمه، کبت به معنی زنبور، زنبور اثر. همچنان کبتی که دارد انگوبین، چون بماند داستان من برین. کبت ناگه بوی نیلوفر بیافت، خوشش آمد سوی نیلوفر شتافت. و از بر خوشبوی نیلوفر نشست، چون گه رفتن فراز آمد نجست. تا چو شد در آب نیلوفر نهان، او به زیر آب ماند از ناگهان. من یادم نمیاد اینو. من کبتش یادمه که راجبش حرف زدیم، که کبت خودت هم گفتی معنیشو، گفتی که معنی زنبوره، ولی دقیق یادم نیست که این وسطی داستانی بود، حالا کدوم داستان یادم نیست. این دو بیت بعدی که باز یه بیت اضافه تر داره ولی اینجا نیست، من میخونم اون بیت هم. میگه که آنی، اون بیت که میخونم جلوتر اومده ولی اینجاست جاش. آفریده مردمان هر رنج را، پیش کرده جان رنج آهنج را. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر، از فراق دوستان پرهنر. میتونه هر جایی از کلیله دمنه باشه یا سندباد‌نامه. چند بیت بعدی، تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، یا به سنگندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به، تا توانی رو حوازی گنج نه. بیت آخر رو شما ندارین، من از رواقی خوندم. یا این تکویتی این تیتراژ یک کارتونی نبود، این چند تا بیت بچگی ما؟ نه، اون چیزی که شاید توی ذهن تو باشه تیتراژ چیزی، آدمه اون بیت ناصر خسرو توی تیتراژ کارتون بود، اون موقع که
یادم بیاد بیتش چی بود؟ به زیر آوری چرخ بز... نیلوفری را. آفرین آره آفرین آره آره به دیر آقای چرخ نیلوفر اون بود، ولی این یادم نیست، نه فکر نکنم، نمیدونم. این بیت بعدی گفت با خرگوش خانه خانه من خیز و خاشاکت از او بیرون فکن. قصه اون کبکی که خونهشو دل کرده بود، رفته یه جای دو سه روز نبود، بعد خرگوش اومد جاشو گرفته بود، کبکه برگشت گفت که برو بیرون بابا جا خوش کردی. چون یکی خاشاک افکنده به گوی، گوش خاران را نیاز آید به توی. گوش خار یعنی بخوای باش گوشو بخارونی. دو بیت بعدی هم نمیخونم. بیت بعدی میگه کار چون بسته شود بگشاید، و از پس هر غم طرب افزاید. واضح. بیت بعدی هم که میخونم فقط به خاطر واژه کنگور، این واژه رو خونده باشیم. بار کج مردم به کنگور شندرا، چون از او سود است هر شادی تو را. کنگور به معنی دشمنی و تعصب. این بیتی که الان جلوتر میبینیم، بیتی که من قبلتر خوندمش، یعنی جاش اینجا نیست، اونجا بود. یا این بیتی که الان یه بیت اینجا اندر آمد مرد، اینو سه بیت دیگه هم اضافه تر داره. من بخونم اون سه بیتو براتون، بعد این بیت چهارمو میخونم. میگه پس شتابان آمد اینک پیر زن، روی یک سو کاغه کرده خیشتن. مرد را نهمار خشم آمد از این، غافشنگی را به کف کردش گزین. تا به خانه برد زن را با دلام، شادمانه زن نشست و شاد کام. بعد این بیته که اندر آمد مرد با زن چرب چرب، گند پیر از خانه به بیرون، گند پیر از خانه بیرون شد به ترب، یعنی با ترفند و هیدو نیرنگ. بیت بعدی هم که میخونم به خاطر واژه بوبه. شاه دیگر روز با قاراست خوب، تخت ها بنهاد و برگسترد بوب. بوب یعنی فرش. اون چهار بیت قبلی رو که من فقط یه بیتش اینجا دارم، این احتمالا این داستان بعدیه که توی سندباد نامه میخونیم، داستان دوم روز ششمه. برای من آشنا نبود، فرحت زدم که نخوندیمش تا حالا. آره. باز این دو بیت، بیت بعدی رو که نمیخونیم، دو بیت، بیت بعدتر. پس تبیری دید نزدیک درخت، هر گهی بانگی بجستی تند و سخت. گرسنه روباه شد زی آن تبیر، چشم زی او برده مانده خیر خیر. این همون اولی که دمنه است که اون روباه تبله رو میره میدره، تبله میان توهیه. بیت بعدی هم میخونم به خاطر واژه کروز. با کروز و خرمی آهو به دشت، میخور آمد چون کسی کو مست گشت. کروز معنی شادی و خوشحالی و خرمی. باز بیت بعدی رو نمیخونم. بدترش چون در آمد آن کدیور مرد، مرد زفت بیل هشت و داسگاله بر گرفت. این هم از این باید میخونم که این تلفظ گرفت اون موقع گرفت بوده، توی سعدی هم داریم اینو. باز بیت بعدی رو نمیخونم. بیت بعدتر هم همینطور میگه گر خوری از خوردن افزایت رنج، ور دهی مینو فراز آورد و گنج. اینو به قول این آخونده تیمونن و تبرکن خوندم، بقیه به طور نمیخونم، یکی دوستات خودش بخونه. چون همین جوریه دیگه، یه تک بیت که مثلا گاهی آدم رو یاد یه داستانی میداده از کلی و دمنه یا سنبادنامه، که اگر خونده باشیم اتون جالبه. بیشتر به درد کاری پژوهشی و اینا میخوره که بعضی واژه ها مثلا توش از توش در میاد. رودکی رو میبندیم. فقط من این نکته رو بگم که مقدمه ای که این نفیسی نوشته اینجا راجع به رو خود رودکی خوبه، خوندن داره، تاتو خوبی میده. بعضی این چیزاشو من بگم که مقدمه طولانی از روش بخونیم حوصله سر بر میشه، من فقط یه چیز کلی ازش بگم. اون صفحات اول چیزایی کسی خواست بخونه همین متن پی دی اف اولش. این آقای ابو عبدالله جعفر ابن محمد خود رودکی رو میگه توی یک روستایی به اسم رودک در مرز سمرقند به دنیا اومده، هم عصر سامانیان بوده. علاوه بر این که شاعر بوده، موسیقی هم میدونسته و مینواخته، ساز چنگ مینواخته. یه اتفاقی که برای دیوانش میفته اینه که خیلی هم بامزه و باحاله، اینه که توی تصحیحایی که مثلا توی این اوایل مثلا پهلوی انجام شده از دیوان رودکی، مثلا بالای 70-80% بیت‌ها اشتباه است. چرا این اشتباه از کجا اومده؟
این بیت اشتباه از شاعری به نام قطران تبریزی که 152 سال بعد از رودکی شعر میگفت و زندگی میکرده. علتش اینه که اونم یه ممدوحی داشته به نام ابو نصر و چون ممدوح رودکی هم تو خیلی شعرها ابو نصر سامانی بوده، این باعث شده که خیلی از اون شعرهای قطران رو فکر کنم مال رودکیه که بعدا میفهمن که اشتباه بوده. رودکی مرگ خیلی تلخی داره. میدونیم که بعضیا میگن که رودکی مادرزاد نابینا بوده، اما این تئوری و نظریه رد شده، هم به دلیل نشانه هایی که توی شعراش هست. حالا این 100% رد نمیکنه تئوری رو، نشانه های دیگری داریم، اما بعیده، نه که بگیم 100% قطعی، اما بعیده که آدمی که مادرزاد کور بوده باشه بتونه اینجوری مثلا مخصوصا اونجایی که در وصف طبیعت و اینا شعر میگه همچین شعرهایی گفته باشه. این نشون میده که این مادرزاد کور نبوده و چیزی که مثلا جامی گفته یا اوفی گفته و چند نفر دیگه توی تذکرهاشون گفتن که مادرزاد نابینا بوده به احتمال قریب به یقین بالای 99% اشتباه. این آدم آقای صدرالدین عینی که آدم معروفیه توی تاجیکستان، یه جورایی پدر ادبیات تاجیکستان، یه جورایی عینی قبر رودکی رو پیدا میکنه با اون کاوشایی که انجام میده. همین مثلا نمیدونم بگم 100 سال 200 سال پیش چقدر، همین حدود مثلا اخیراً در دوران معاصر، و استخوان‌ها و در واقع اون نعش رودکی رو چیز میکنن، یه کارهای علمی روش انجام میدن، متوجه میشن که چه بلایی سرش اومده از روی نشانه ها که این آدم در واقع شکنجه شده و کشته شده احتمالاً قریب به یقین. یعنی به روش هایی که اون موقع شکنجه میکردن مثلا این آدم صورتش رو نزدیک آتیش گذاشتن، نزدیک و نزدیک‌تر تا جایی که چشماش کور شده و بعد استخونهاش جای شکستگی و سوختگی و اینا روش بوده بعد از 1000 سال و اینا معلومه که شکنجه شده. حالا یه احتمالی دیگه هم هست، مثلا راجع به این که چشماشون سوخته شده از رو نعشه جنازهش و باقی مانده استخوانهاش در واقع. یه احتمال هم هست که در اون زمانها بعضی کسایی که دچار بعضی بیماری های چشمی می شدن میل می کشیدن چشماشون رو که اون بیماری از بین، یعنی واقعا نمیده از اون بیماری یا شاید هم از بین بره، ممکن این اتفاق افتاده باشه، به هر حال محتمله. یا اینکه اصلا مستقلا چشمای او رو میل کشیده باشن، کور کرده باشن، به خاطر اینکه به دلایلی که میشه مثلا حد زد، مثلا یکیش اینه که رودکی نزدیک بود در نظر فکری به قرامته و کسانی که مورد تایید حاکمان وقت نبودن، ممکنه به همین خاطر مطرود شده باشه، شکنجه شده باشه و یه بلایی سرش اومده باشه. یا نزدیکی و دوستی بیش از حد رودکی با ابوالفضل بلعمی، وزیر معروف دوران سامانیان، که بعدا خود ابوالفضل بلعمی اونم مطرود میشه، یه کسی دیگه میاد جاش وزیر بعدی، که ممکنه به همین خاطر این آدم تبعید شده باشه، شکنجه شده باشه، کشته شده باشه. به هر حال یه همچین چیزایی هست راجع به رودکی. اونم حدسمون اینه که، یعنی حدس محققین اینه که این آدم شکنجه شده، کور شده و کشته شده در سال 329 وفاتش هست. یه سری جزئیات دیگه هم هست، اگه کسی دوست داشت این مقدمه نفیسی بخونه دیگه، این دیگه مثل کتاب رواقی نیست که در دست نباشه، پی دی افش هست همه جا. مثلا راوی داشته، نقش راوی ها چی بوده اون زمان، خیلی از شاعرها خودشون شعر میگفتن اما کسی دیگه شعراشون رو میخونده، بینا بودن راوی. راوی رودکی هم اسمش مج بوده، یه بار هم خوندیم تون اوایل اسمش رو توی بعضی از شعراش اومده بود. حالا راجع به مثلا وضعیت مالی رودکی و زن و بچه و اطلاعات اینجوری هم یه اطلاعات حاشیه‌ای هست توی مقدمه کتاب، اگه کسی دوست داشت میتونه بخونه. من ختم میکنم رودکی خواندن رو در همین جا. امیدوارم که کسایی که گوش کرده باشن تا حالا لذت برده باشن بیشتر از خودم. خودم که خیلی خوشم اومد از رودکی. خسته نباشی. دست درد نکنه، خیلی عالی بود. ممنون مرسی. انشالله دستانم طورش نماشه زود خوب شد. قربونه ترامت بشی. سلام، خسته نباشی.
سلام علیکم. سلامت باشین همگی. سلام. خب بریم تاریخ پویان هستیم؟ آره، فقط صدای من خوبه علی، چون امشب یکم اینترنتم سرعتش پایینه، من دارم ضبط میکنم صدا آره خودم الان رو. که خیلی خوبه، همون احتیاطی خودت هم ضبط کن که اگه کیفیت بد شد بعدا بتونیم باش. جایگزین کنیم. یه دقیقه صبر کن من ضبط کنم. خب هر وقت خواستی شروع کن. رفتن محمد علی به هزیمت از پیش سپاه امیر خراسان. چون به بست شد، جور و ستم کرد بر مردمان و غارت و کشتن، و مردمان را عذابها کرد به مال ستدن از ایشان به لونهای عذاب. و پیش از رفتن محمد ابن علی به بست، مردی بیرون آمده بود به بست، ابراهیم ابن یوسف العریف گفتندی او را. روز آدینه بیرون آمد و چشم سرمه کرد با جامعه بد و بانگی همی کرد و گروهی کودکان و غوغا با او جمع شده و دیوانها و خزاین و غلات به غارت بداد و قومی بسیار بر او جمع شد و به منبر شد و خطبه کرد احمد ابن اسماعیل را و کاری بکرد که هرگز چنو نکرده بود و برفت و حالش بزرگ شد و ستوران بسیار به دست او افتاد و هر روز برنشستی با بسیار غلامان آزاد ناکار دیده و هرگز حرب ناکرده. پس فتح ابن مقبل خبر وی بشنید، از زمین داور به تاختن بیامد و ابراهیم به حرب او بیرون شد. حربی صبر کردند آنجا و بسیار مردم کشته شد و یاران ابراهیم هزیمت کردند و او به میان دشت بنشست، هرچند جستند نیافتند و یارانش بگشتند و هرگز از آن روز باز خبر ابراهیم کسی نگفت، کس نداند که چون شد. و فتح به بست اندر آمد، چون محمد علی به بست آمد، فتح با او یکی شد اندر غارت کردن و مات ستدن. مردمان به رباط ها و جایهای مبارک همی شدند و دعا همی کردند مگر که فرج یابند از جور ایشان. تا روزی بامداد برخاست، هیچ کسی را خبر نبود. تخت صبح آواز طبل ها آمد از سوی خاستان یا جامان، اینجا ناخوانا بوده. احمد ابن اسماعیل بود که از هری رفته بود که به سیستان آید. به فراه خبر بست بشنید که محمد ابن علی آنجا چه کند. راه بگردانید. مردمان نگاه کردند، کلاههای سیاه دیدند. مردمان شاد شدند که آنگاه لشکر خراسان عادل بودند. چون خبر نزدیک محمد ابن علی رسید، اندر وقت فرمان داد تا پل بست ببریدند و آب بسیار بود و راه گریز برگرفت با سپاه که با او بود. مردمان بولان یا مردمان پولان سپاه احمد ابن اسماعیل را و او را بگذاشتند و به بست اندر آمد. آقا این ابراهیم که خروج کرد و بعد ناپدید شد، این اصلا ربطش با این محمد علی چی بود؟ این ربطی نداشت، اون دوره خلأ قدرت، حالا یکی دیگه هم میاد مثل این به نام ملیخنا و یه خیلی آنارشیستیه میاد و مثل جوکر شخصیتش میاد و آره نکن اصلا چشم سرمه میکنه با جامعه بد و بد، یاراش هم کودکان و غوغا، آره معلوم نیست آخرش، گم شدنش هم دقیقا جوکریه. آره میان دشت بنشست و هرچند جستن نیفتن. آدم های جالبی میان این دوره که چیز مال دوره آشوبه دیگه، وقتی معلوم نیست کیه آره. هر کسی شاخ میشه. آره. بعد این آخرش چی میشه؟ مردمان بولان سپاه احمد ابن اسماعیل و او را بگذاشتن، یعنی از آب رد کردن. آره دیگه، از آب بگذرانیدن، توی پاورقی هم نشته که آه. یعنی از آب بگذرن، پلو که خراب کردن، یه عده ملت رفتن داوطلبانه چیز رد کردن. آره اون فقط پولان پل نیست تا اینجا، گفته یکی از محله‌هایی که نزدیک بسته. آها ولی آره پلو
که بریده بود آب را افتاده بود، سیل افتاده بود و اونا اومدن از آب ردش کرد. مرسی. این ببخشید احمد اسماعیل سامانیه دیگه. آره. مرسی. در شدن احمد ابن اسماعیل به بست و بند کردن محمد ابن علی لیث را. پس احمد ابن اسماعیل حسین ابن مت را با فوجی سوار به طلب محمد ابن علی فرستاد و به رخت اندرو رسیدند و بگرفتند و بند کرده به بست اندر آوردند. و احمد ابن اسماعیل به لب هیرمند فرود آمد و عدل و سیر نیکو بر مسلمانان بگسترید و همه مال و املاک ایشان به دیشان باز داد. ولایت بست حاتم ابن عبدالله شاسی یا شاشی را داد و این حاتم مردی مسلمان عادل بود و اندر میان مردمان سنت مصطفی صلی الله تازه گردانید. و احمد ابن اسماعیل آنجا 420 سپاه را داد و بدان خواست تا سیم اندر بست فراخ شود که ایشان همه چیز به سیم خریدندی تا کاه و هیزم. باز فرمان داد که همه کالایی که محمد ابن علی از آن مردمان برگرفته است به خداوندان باز دهند. هرچه خداوندان بدانستند برگرفتند، دیگر بگذاشتند. و 85 روز به بست بود که اندر میان سپاه او هیچ ندیدند مگر نماز شب کردن و روزه داشتن و جماعت و بانک نماز و قرآن خواندن. و اینجا به سیستان معدل ابن علی حصار گرفت و حسین ابن علی با سپاه به حبس‌آباد یا حاسباد فرود آمد بر در کرکوی روز شنبه 12 روز گذشته از رجب سنه ثمان و تسعین و معتل سال 298. و معدل علی منجنیق ها برنهاد و حرب آغاز کرد و بر مردمان شارستان حرب آغاز کرد. حالا توی پاورقی بهار گفته که یعنی به همراهی مردم شارستان حرب آغاز کرد. ولی نمیدونم حالا ادامه شو. و دست عیاران کرکوی الان دسته کیه؟ ببخشید پویان. کرکوی الان دسته کیه؟ ببخشید متوجه نشدم. میگم کرکوی الان دسته کیه؟ کرکوی در کرکوی اینا در کرکوی یکی از اسم یکی از درهای سیستان ببخشید. ولی حالا من معنی اینو مطمئن نیستم که اون چیزی که بهار میگه بر مردمان شارستان حرب آغاز کرد که بهار گفته یعنی به همراهی مردم شارستان و دست عیاران بر رعیت گشاده کرد. باز حسین ابن علی به ربض اندر آمد به در آکار و سیمجور مولی اسماعیل ابن احمد اندر کوشک یعقوبی روز پنج شنبه 2 روز گذشته از شعبان. سیمجور مولای اسماعیل ابن احمد، یعنی الان غلام بوده هنوز سیمجور دیگه. مولی یا مولا؟ مولاش دیگه، یعنی مولا از اون چیزایی بود که هم معنی دو معنی بود که علی اصغر توضیح داد. اینجا میشه برداشت. سیمجور مگه از خودش بزرگان خراسان نبوده؟ آل سیمجور آخه بچه‌های این میشن دیگه. آره، از اینم از غلامی شروع کرده دیگه، مثل مثلا سبکتگین. اینا میان توی دستگاه یکی از اون امیرا به عنوان برده از بچگی، بعد یواش یا مثل چیز این کی بود؟ همین غلام عمرو که رفت سپه سالار شد و بعدن چیزا رو فروخت، کی بود اسمش؟ سبکری. آره چیز الان اول کارشو دیگه، سیمجور اول کارش. دو روز گذشته از شعبان و در فارس گشاده بود، مردمان بر شارستان همی شدند و همی فرود آمدند و چیزی که همی بایست بر حصار می بردند. تا روز سه‌شنبه 3 روز مانده از شعبان حسین ابن علی آن در نیز فرو گرفت و خبر اندر رسید که احمد ابن اسماعیل به بست شد و محمد ابن علی را بگرفت. چون معدل این بشنید دلش تنگ گشت و صلح پیش آورد
و کثیر ابن احمد ابن شهفور را اندر میان کرد و مشایخ شهر را. پس ایشان صلح فرو نهادند و سوگندان مغلظه اندر میان کردند و معدل از شارستان فرود آمد نزدیک حسین ابن علی روز پنج شنبه یک شب گذشته از ذی‌الحجه سنه ثمان و تسعین و مئتین سال 298. و سیمجور بر شارستان بر شد و درهای شارستان برکندند و باره را رخنه کردند و چوب از منجنیق‌ها بسوختند یا چوب آن منجنیق‌ها بسوختند. و پیش از این به دو ماه عهد سیستان احمد ابن اسماعیل سیمجور را داده بود و کار سیستان درگذشت. منقطع گشتن ولایت سیستان از آل یعقوب و امر و خطبه کردن بر آل سامان. روز آدینه دویم ذی‌الحجه سنه ثمان و تسعین و مئتین پس سیمجور به امارت بنشست. احمد ابن اسماعیل از بست برفت و به سیستان نیامد و نامه کرد نزدیک حسین ابن علی المروی که بازگرد و معدل ابن علی را با خیش بیار به هری. احمد ابن اسماعیل محمد ابن علی را با خیشتن از بست به هری برد. پس احمد ابن اسماعیل معدل ابن علی را از هری به بخارا فرستاد و کسهای او را بیستگانی کرد و او را خاصه هر ماه 3000 درم فرمود. تا این بود نامه امیرالمومنین مقتدر آمد سوی احمد ابن اسماعیل که محمد ابن علی را بفرست. پس محمد ابن علی را به بغداد فرستاد. باز احمد ابن اسماعیل عمل سیستان بوصالح منصور ابن اسحاق را داد پسر عم خیش را. و اندر آمد بوصالح روز پنج شنبه 12 روز گذشته از ربیع الاول سنه 9 و 90 و مئتین سال 299. این خلیفه چه کینه ای داشته از صفاریا؟ همش دنبال کسشون رو بازی هم از یه طرف ترسیده بوده، هم از اون ور طاهر و یعقوب گند زدن، بعد این علی هم که از همون اول خار بود. لیس علی هم همینجور، این دیگه ضعیفاشون رسیده. آره. بعد از اون ور فکر میکنم اسماعیلی ها خب سامانی ها خیلی خیلی قوی هم. آره. میتونستن براش جمع کنن. آره آره. منتظر بودی که اولی که اینا هر کیو میگیرن میگه آقا بفرستیدش بغداد پیش خودتون نگه ندارید. جالبه. آره. حالا خود امرو که نفرستاد ولی دیگه امرو هم چون دیگه بالاخره فرستاد دیگه، بالاخره تو بغداد کشته شد دیگه. آخه سعی کرد ردش کنه. آره احترامشو داشت ولی بچه ها رو دیگه نه. حدیث صبحگری. اما حدیث صبحگری نامه علی ابن محمد ابن الفرات آمد زی صبحگری که او را بخوانده بود به مدینه السلام و عیال و بنه صبحگری به رام هرمز نزدیک محمد ابن جعفر الابرتانی گروگان بود و بدر را نامه آمد هم از علی فرات که به شیراز بباش با سپاه. صبحگری را خوش نیامد رفتن نزدیک مقتدر. نامه نوشت و عمل پارس و کرمان و سیستان را خطبه کرد و مال بزرگ بفرستاد و محمد الابرتانی را 200,000 دینار داد تا به عنایت در کار صبحگری به حضرت نامه ها نوشت و زمان کرد از مقتدر که هر سالی 13 بار 1,000,000 درم از این عمل بدهد. صدای من میاد؟ بله بله مشکل نداره. تصویر اینجا یه لحظه قطع شد. پس عهد و منشور آورده شد صبحگری را بر این جمله و عیال او را دست بداشتند و این همه به تدبیر عبدالله ابن محمد ابن میکال بود. پس عبدالله محمد القتال به برجان فرمان یافت و صبحگری اسماعیل ابن ابراهیم البمی را وزیر کرد و مدار کار بر وی و بر عبدالله ابن محمد القتال ایستاد. یک چندی بود مال را طلب آمد از صبحگری و صبحگری دانست که چندان مال ممکن نگردد به حاصل آوردن. بسیار جور و مصادره کرد تا 10 بار 1,000,000 درم جمع کرد. تا این بود سپاه مقتدر به در شیراز آمد حرب صبحگری را و صبحگری به هزیمت برفت از شیراز روز شنبه
چهار روز باقی از ذی‌القعده سنه تسع و تسعین و مئتین. هزیمت کردن صبحگری. صبحگری به سیرگان، همون سیرجان، آمد و باز زانجا به بم آمد و سپاه بر اثر او همی آمد و صبحگری پیرامون بم کنده کرد و صلح پیش آورد که سپاه باز گردد. گفتند چاره نیست، به درگاه باید رفت. پس روز آدینه چهار روز گذشته از ذی‌الحجه حرب افتاد و صبحگری به هزیمت برفت و عبدالله ابن محمد قتال را اسیر کردند و محمد ابن خلف ابن لیث را و گروهی بزرگان و سرهنگان. و صبحگری به راه پهره، همون فهرج، بیامد به سفه که قبلا تو همین کتاب سفه گفته، یه جایی تو سیستان، و از آنجا به نه آمد و به طبس آمد و یارگی نداشت که به سیستان آمدی. زانچه بر طاهر و یعقوب کرد بر دو پسر محمد ابن عمرو ابن لیث، دانست که مردمان سیستان خصم اویند. از آنجا به حری رفت و نامه نوشت سوی احمد ابن اسماعیل که تا به سامه اوی اندر خراسان بباشد. سامه هم همون عهد و پیمان و سوگند و قرض و وام و خاصه و خصوص و جای امن و امان و سپاه. فرمان داد او را که به مرو رو، آنجا بنشین. آنجا شد. نامه مقتدر رسید سوی احمد ابن اسماعیل که صبحگری را بفرست. بند کرد و او را به بغداد فرستاد اندر جمادی الاخر سنه تسع و تسعین و منتی. اما حدیث بوصالح منصور ابن اسحاق، او چون به سیستان آمد مردمان را بسیار نیکویی گفت و وعدهای نیکو کرد و آن را وفا نکرد و به لشکر جای قرار نکرد اندر حلف‌آباد، اندر شهر آمد و به خانها منزل کرد و مال سیستان بر عهد قدیم هزار هزار درم بیش نبود، او زیادت خواست. خلاف کردن مردمان بر منصور اسحاق. پس مردمان سیستان گفتند به هیچ وجه ما استخفاف احتمال نکنیم، یعنی خاری و خفت رو تحمل نمی کنیم. ببخشید، این منصور اسحاق همون پسر خاله اسماعیل سامانیه که پسر عموش. و از آل یعقوب و عمر هیچ کس نمانده بود مگر ابو حفص عمر ابن یعقوب ابن محمد ابن عمر ابن لیث و کودک بود هنوز 10 ساله. بران بنهادند که او را بنشانیم و خود اندر پیش او کار همی کنیم و این سپاه خراسان را برافکنیم. و محمد ابن هرمز المولا که مولا صندلی، حالا اینجا با سین با صاد هم نوشتن، گفتندی از موالی محمد ابن عمرو بود و مردی جلد بود. اندر مظالم شد و گفت به سیستان رسم نیست که مال زیادت خواهند و لشکری به لشکر جایی باشد که مردمان را زنان و دختران باشد. مردم بیگانه به منزل و سرای آزاد مردان واجب نکند. منصور ابن اسحاق را برادرزاده‌ای بود برناو و تیزگونه، گفت ما سرای و جماع از خراسان نیاورده ایم و مال کم از آن نستانیم که 20 گانی ما باشد. مولا صندلی گفت بگویم تو را و برخاست و برفت. منصور ابن اسحاق آن برنا را گفت این نبایست گفت، اما این مردک ما را نیز وعید کرد، تهدید کرد. بجستند او را باز نیافتند، رفته بود. پس صندلی نزدیک عیاران شد و تدبیر کرد با ایشان و پیش زره شد. پیش زره اسم یه جای در شرق دریاچه زره و او خود از کمرزهیر یا از کمزهیر بود، اونم نام محلی از روستای سیستانه. و به هر شهری شده و 10 مرد و 20 مرد جمع کرد، مردی 500 از پیش زره و شب شنبه 13 روز باقی
از جمادی الاولای سنه 99 و معتی به در کرکوی آمد و آنجا گروهی بودند از یاران منصور ابن اسحاق. با ایشان حرب کرد و گروهی بکشت و دیگر به هزیمت به شهر اندر آمدند و بانگ به شهر اندر افتاد و به خوج جمع شد و هر که لشکری دید به خانه و کوی و بازار همین کشت تا به در زندان شدند و در زندان بشکستند و محبوسان بیرون آمدند و با ایشان یکی شدند و محمد ابن عباس کولکی یا کورکی مردی مرد بود بیامد و هر دو فریق اندر نبودن آن سپاه یکی شدند و بر بام سطورگاه قصر یعقوبی بر شدند و از سپاه او بسیار مردم کشته و گرفته شد. گرفتن سیستان مولالصندلی و کشتن سپاه خراسان را و کشتن سپاه خراسان را و گرفتن منصور اسحاق. و منصور ابن اسحاق به هزیمت از شهر بیرون شد و آن برنا برادرزاده او گرفته شد و آن برنا برادرزاده او گرفته شد به سر کوی زنان که آنجا در بند بود. صندلی او را حنا بست و دیگر روز به دست ستوربان داد تا فضیحت کردند آن سخن را که گفته بود. و منصور ابن اسحاق به کده محمد ابن لیث فرود آمد. خانه محمد ابن لیث فرود آمده بود و دیگر روز خواست که حرب کند. چه دانست که به خوجند. بیامد به کوی گرفتار شد و اسیر کردند و مال و بنه و ستوران او همه غارت کردند و محمد مولد صندلی اندر قصر یعقوبی فرود آمد. چون این کار برفت خطبه امارت خیشتن را خواست که کند و حدیث ابو حفص بگذاشت. مردمان را آن خوش نیامد. محمد ابن عباس کولکی از او جدا شد، با گروهی عیاران برخاست و به فراه شد و مولد صندلی دست به مصادره و جور کردن برد بر مردمان و با نصر همداد جوینی را با گروهی سپاه و ترکان زینهاری که زان منصور ابن اسحاق بودند به فراه بفرستاد به حرب محمد ابن عباس و او حرب نکرد و گفت من فرمان بردارم. برخاست و با ایشان بیامد. چون به نزدیکان شهر برسید نابیوسان یعنی به صورت غیر منتظره با نصر همدان کوینی را بکشت و یاران با نصر هزیمت کردند و او به در شهر آمد و مردم با او جمع شد و مولا به حرب او بیرون شد و حربی صعب کردند و بسیار مردم کشته شد. آخر مولا به هزیمت رفت و به لب هیرمند فرود آمد و کورکی به کوشک یعقوبی فرود آمد و موالی با او جمع شدند و بو حفص را بیرون آوردند و به امارت بنشاندند و خطبه بر او کردند. روز آدینه 12 روز گذشته از ماه رمضان سنه 99 و معتری سال 299. خطبه کردن امیر بوحفص امر یعقوب امیر بوحفص امر یعقوب محمد امر لیث و بوحفص منصور ابن اسحاق را طلب کرد که اندر این فترت گریخته بود و به سرای گبری نزدیکان مصلا متواری بود. بیافت و بیاورد و بسیار نیکویی کرد و خلعت داد و روز شب به نزدیک خیش همی داشت و با حفص اندر سرای زنان خفتی به شب و کولکی اندر کوشک یعقوبی. مولا باز مردم جمع کرد از عیاران و روستا و شهر و به شب اندر طبل بزد و کولکی مست بود که هیچ هوش نداشت. آخر بیدارش کردند و برنشست. شب آدینه بود 14 روز مانده از شوال و حرب کردند. آخر مولا هزیمت کرد و جفار یا حفار بر اثر او همین شد.
این جفار یا حفار که همون محمد ابن عباس کولکیه، که اون کولکی هم گفته به معنی گورکنه و برای همین حفارم توی تاریخ‌های دیگه بهش گفتن، اینجا آورده جفار و بهار گفته همون حفار. درست. به کوی زیان رسید که قبلش گفته به کوی زنان و زنان هم احتمالاً درست دیگه. به کوی زنان رسید، اندر کوی رخ درون شد، زنی از بام یکی هاون سیمن زد بر سر او و او از اسب بیفتاد. حفار اندر رسید و از سر او برگرفت و او را بردار کرد و کار کولکی بالا گرفت و به نفس خیش معجب شد، یعنی متکبر مغرور شد و همی گفت که این کار به شمشیر گرفتم. پس روز شنبه 10 روز باقی از شوال با حفص روی نهان کرد. کولکی برنشست و پیش او شد و بسیار عذر خواست و او را و موالی او را همه به کوشک یعقوبی آورد. باز کولکی بر موالی خلاف کرد و موالی جمع شدند که کولکی را بکشند. چون کولکی چنان دید، با حفص را بر خضرا برد و بنشاند و اندر پیش او به پای بایستاد تا موالی و عام او را به خدمت او بدیدند و زان بازگشتند و کولکی منصور ابن اسحاق را به ارک فرستاد و از آنجا بازگشت. باز موالی بر کولکی خروج کردند چنان که کرده بودند. آخر کولکی بگریخت و نهان شد و باز کس اندر میان کرد و با حفص او را ایمن کرد و بیرون آمد. چون خبر منصور ابن اسحاق سوی احمد ابن اسماعیل برسید که با او چه رفت و اکنون محبوس است، حسین ابن علی المرورودی را با سرهنگان و سپاه بسیار به سیستان فرستاد. آمدن حسین ابن علی مروزی به سیستان دیگر راه و احمد دراز با او به سیستان آمد. 10 روز مانده از ذوالقعده و هم اندرین سال به در شهر اندر حلف‌آباد ورود آمد و حرب ها بسیار کردند و او را اندر شهر نگذاشتند و باز از آنجا به بینک که احتمالاً همون نیشک باشه و از آنجا به نیشک شد و آنجا فرود آمد و کس به شهر همی فرستاد به نزدیک رؤسا و مهتران و امیدهای نیکو همی کرد. باز روزی برنشست و مالی سپاه را داد و مردمان ربز هوای او کردند. آن روز حربی بکردند سخت و کورکی و با حفص بر شارستان شدند و حسین به ربز اندر آمد و مردمان را بنواخت و بسیار نیکویی گفت و بوبکر ابن المظفر و سیمجور با سپاهی فرا رسیدند به یاری حسین علی. و حرب‌های بسیار افتاد میان ایشان. آخر صلح کردند و حسین علی ایشان را همه ایمن کرد و شب دوشنبه 14 شوال سنه ثلاثمئه صلح کردند و منصور اسحاق را از ارک فرود آوردند و کولکی و زنگالود و دیگر عیاران همه به نزدیک حسین علی آمدند. همه را نیکویی گفت و خلعت داد و به حصار باز فرستاد مگر منصور اسحاق را. روز دوشنبه 8 روز باقی از شوال منصور اسحاق برفت سوی خراسان و گفت من امروز از دوزخ رستم و به بهشت رسیدم، مرا بیش سیستان نباید. و با حفص با موالی خیش بیرون آمد به نزدیک حسین علی و حسین او را نیکویی کرد و وعدهای نیکو کرد و به نزدیک احمد ابن اسماعیل نامه نوشت اندر حدیث او. نامه جواب کرد که همگنان را با خیشتن بیار و شهر و ولایت به سیمجور بگذار. حسین را آن خوش نیامد که عمل خود همی خواست. عیاران را همه براشفت و سیمجور نیکویی همین کرد و می گفت.
و دل مردمان خوش همی کرد. آخر حسین علی کولکی را بند کرد و با حبس را بی بند با خویشتن ببرد و دیگر عیاران را و به هری شد روز پنج شنبه و برفت 14 روز گذشته از ذی‌الحجه سنه ثلاثمئه سال 300. چون به هری برسید با حفص و عیاران را نزدیک احمد ابن اسماعیل فرستاد مگر زنگالود را نزدیک خیش باز داشت. باز بکشت او را اندر ربیع الاول سنه 31. احمد ابن اسماعیل با حفص را به سمرقند فرستاد و عیاران را بفرمود تا بکشتند و بونصر جیهانی از بست به سیستان آمد اندر اول ربیع الاول سنه 31. و مردمان سیستان رسول فرستادند نزدیک احمد ابن اسماعیل تا رسولان به حد بخارا برسیدند. احمد ابن اسماعیل را 2 غلام از آن وی به لب جیهون بکشتند به تعلیم بوبکر دبیر. 8 روز باقی از جمادی الاخر سنه 31. چند لحظه ببخشید. حالا خلیفه اگه این با حفص هم بگه بفرستید بغداد دیگه سفاریا تموم میشن. این بونصر جیهانی هم که اسمش اومد اگر همون جیهانی وزیر باشه، وزیر دربار تامانیان، همونیه که به جای بلعمی وزیر میشه و تو رودکی بهش اشاره کردیم و این چیزه برادر اونو فکر کنم توی پاورقی یه جایی گفته. آره حالا توی فکر کنم صفحه بعد یا صفحه قبل گفته بود. اونی که به جای بلعمی جیهانی، حالا من خواهده گفتم حالا یا بونصر جیهانی یا عبدالله جیهانی یا ندارم جیهانی یا جیهانی نیست؟ حالا یا جیهانی یا نمیدارم تلفظ رو نمیدارم. خب کشتن احمد ابن اسماعیل امیر خراسان را و نشاندن پسر او را نصر ابن احمد را به امیری و سپاه و مردمان بیعت کردند پسر او را نصر ابن احمد و او 9 ساله بود و کار عبدالله جیهانی همی راند و رسولان را بازگردانی. چون خبر احمد ابن اسماعیل و کشتن او زی سیمجور برسید مردی و جندی کرد اندر نگاه داشتن شهر و میان سپاه اینجا اختلاف ها افتاد و ابو بکر ابن المظفر برفت و به هری شد نزدیک حسین ابن علی و سرهنگان بیشتری با او برفتند و همچنان یکان یکان می رفتند تا سیمجور تنها ماند با خاصگان خیش. پس هیچ خبر نداشت تا عیاران برو شبیخون کردند. بیش نتوانست که به تاختن از شهر بیرون شد گریخته. 8 روز گذشته از رمضان سنه 31 و به راه قهستان برفت. گریختن سیمجور از سیستان. مردمان نزدیک احمد ابن محمد ابن عمرو رفتند که معروف بود به نیا و گفتند که شهر نگاه باید داشت و ابو یزید خالد ابن محمد ابن یحیی بندار کرمان بود و نامه همی نوشت سوی مقتدر اندر حدیث سیستان و او را اندر آن باب انگیزش محمد ابن حمدان برنده همی کرد. انگیزش هم اینجا تحریک. پس نامه مقتدر جواب آمد و عهد سیستان آمد نزدیک فضل ابن حمید و او محمد ابن حمدان را به خلافت خیش به سیستان فرستاد و سمرت ابن ربیع را با وی. اندر این میان جولاهی برخاست از نواحی اوق نام او ملیخ و گروهی با او جمع شدند از غوغا و به در شهر آمد که شهر مرا باید و به روز چهارشنبه خود بکرد خیشتن را به امارت. یکی او را گفت ایها الامیر رسم و عادت خطبه روز آدینه باشد. گفت باشد که مرا زمان
نباشد تا روز آدینه. همچنان که نبود، احمد نیا و عیاران بیرون شدند و هم اندر این روز که خطبه کرده بود خیشتن را، او را بکشتند و دیگر روز بیرون شدند و پذیره محمد ابن همدان برنده و سمرت ابن ربیع و ایشان را با جلال و تعظیم اندر شهر آوردند، قره ذوالقعده سنه 31. این جولاهه خیلی واقع بین بوده. گفتم من همین چهارشنبه بسه هستیم بخونیم خود پردی وقت نمیشه جمعه نمیشه. آمدن فضل حمید به امیری سیستان. فضل ابن حمید اندر آمد، مردمان شهر آذین بستند و خالد ابن محمد با او بود. خالد را اندر سرای بلحسینی فرود آوردند و فضل ابن حمید را اندر سرای با یوسفی. چون روزی چند برآمد، محمد ابن همدان برنده را به کمزهیر فرستاد. عیاران او را آنجا بکشتند و شهر برآشفت. چنان که فضل و خالد هر دو قصد رفتن کردند. چون شب اندر آمد، حرب اندر افتاد میان فریقین و محمد ابن حمدویه به خاش آسی شده بود و دست فراغله و مال سلطانی دراز کرده بود و فضل ابن حمید تاختن کرد و او را آنجا بکشت و یاران او پراکندند و بیشتری اسیر کردند و به شهر اندر آوردند و شهر ساکن شد. پس عیاران را بگرفتن گرفت و بند همی کرد و به کرمان می فرستاد. و در اول سنه اثنا و ثلاثمئه سال 302 خراج بیرون کرد، یا خراج بیرون کرد که یا میشه به این معنی که مالیات گرفت و فرستاد به دارالخلافه، یا اینکه خراج مسئول جمع‌آوری مالیات رو بیرون کرد، اخراجش کرد. و بعد او را مدد فرستاد از فارس و فرمان داد که به بست روید و بومنصور جیهانی به بست بود. بومنصور عمل بست از دست احمد ابن اسماعیل داشت. یک چندی بیامد به سیستان، چون او را بکشتند، یعنی احمد ابن اسماعیل رو، و نصر ابن احمد را بنشاندند، بونصر به بست شد. خالد ابن محمد نامه کرد به جیهانی که بست بگذار و برو. او نرفت به فرمان او. پس فضل ابن حمید برفت به حرب او سوی بست روز سه‌شنبه 8 روز گذشته از جمادی الاولای سنه اثنا و ثلاثمئه. چون به نوزاد رسید، بومنصور جیهانی پذیره او آمد و آنجا حربی سخت بکردند و هزیمت بر جیهانی افتاد. با گروه خیش برفت سوی سعد طالقانی شد به زابلستان و فضل ابن حمید به بست اندر شد روز پنجشنبه 6 روز باقی از جمادی الاولای سنه اثنا و ثلاثمئه. روزگاری آنجا ببود و از آنجا به سیستان آمد و فتح ابن مارهوه را آنجا خلیفت کرد. چون جیهانی نزدیک سعد رسید، قصد بست کردند هر دو. چون به روزان رسیدند با دالزاله، فتح تاختن کرد بر ایشان و بسیار مردم کشته شد. آخر فتح به هزیمت شد و جیهانی و سعد هر دو به بست اندر آمدند و فتح به سیستان آمد و فضل ابن حمید بیمار صعب شده بود و سوی بدر به پارس نامه نوشته که کسی فرست به جای من و علت خیش و مال خیش یاد کرده. و بدر محمد ابن تغریل را با سپاهی کاری بفرستاده بود. روز سه‌شنبه 5 روز مانده از ذوالقعده سنه اثنا و ثلاثمئه به سیستان اندر آمد و برفت و به زمین داور شد و جیهانی و طالقانی به یک فرسنگی زمین داور با او حرب کردند و جیهانی به هزیمت برفت و طالقانی اسیر ماند. 2 شب گذشته از محرم سنه ثلاثه و ثلاثمئه سال 303
و سعد را به اماریندر به سیستان فرستاد و خالد ابن محمد ابن محمد یحیی به زابلستان رفت با محمد ابن طغریل و آن همه کارها به صلاح باز آورد و به سیستان بازگشت و به سیستان اندر آمد 6 روز باقی از جمادی الاولای سنه 3 و 300 و سعد طالقانی را خلاص کرد و با او بسیار نیکویی کرد و محمد ابن طغریل فرمان یافت هم اندرین ماه از علتی سعد که او را معود بود به روزگار. عصیان آوردن خالد ابن محمد ابن یحیی و حسین ابن علی المرو روزی بوسحاق زیدوی را به صفزار فرستاده بود با گروهی سپاه که فرصت نگاه دارید تا مگر سیستان بتوانیم گرفت. چون خالد از بست باز آمد خبر بوسحاق زیدوی بشنید و سوی وی نامه های نیکو نوشت و او را وعده ها کرد بسیار و بوسحاق به نامه وی بیامد و خالد با او نیکویی بسیار کرد و خلعت ها داد و صلت و سپاه با او بفرستاد به قهستان به حرب سیمجور و سیمجور بگریخ از قهستان و بوسحاق زیدوی قهستان بگرفت و آنجا قرار گرفت. چون سال سنه 400 اندر آمد بدر از فارس زید ابن ابراهیم را به سیستان فرستاد بر مال خراج. چون خبر به خالد رسید مردمان را جمع کرد و بگفت. مردمان گفتند که ما هیچ کسی دیگر نخواهیم مگر تو را. و خالد به دلندر داشت که عصیان آرد بدر را. بیرون شد سوی فراه و اندر این میان سیمجور سپاه آورد به قهستان و بر بوسحاق زیدوی حرب کرد و بوسحاق به هزیمت بیامد به فراه به نزدیک خالد و فتح به بست به خالد اندر نافرمان شده بود. خالد از فراه به بست شد و بوسحاق زیدوی با او یک جا و فتح را بگرفتند پس از آنکه حرب کردند با او و به سیستان آوردند و این اندر جمادی الاخر سنه 400 بود، سال 304. و بوسحاق زیدوی به هری شد و روز آدینه بود 11 روز گذشته از شوال سنه 400. خالد جامعه دبیران برکرد و جامعه سپاهیان پوشید و نام بدر از خطبه برافکند و خیشتن را خطبه کرد و قصد کرمان کرد. روز سه‌شنبه 1 شب باقی از شعبان سنه 400 برفت تا به دم رسید و از آنجا به دارابجرد شد و سپاه بدر پیش وی آمد و حربی سخت بکردند و سپاه خالد به هزیمت رفت و خالد را اسیر گرفتند و بکشتند و سپاه او به زنهار بدر شدند و کثیر ابن احمد ابن شهپور اندر سپاه خالد بود. چون حال خالد بر آن جمله بود زانجا یکسر به سیستان آمد. روز شنبه 8 روز باقی از ذوالقعده سنه 400 با گروهی سپاه و کثیر بر مردم نیکویی و عدل پیدا کرد و مردمان را همی نواخت و نامه نوشت به بست و رخد و زمین داور و شاید زمین داور نمیدونم حالا درستش و همه در فرمان او آمدند و کثیر ابن ابی سهل ابن همدان را به بست فرستاد. او چون به بست شد عصیان آورد اندر کثیر ابن احمد تا کثیر محمد ابن القاسم داماد خیش را با سپاهی بفرستاد تا او را بگرفتند و به سیستان آوردند و کثیر فرمود تا او را بکشتند و مصلح کردند. باز بوسحاق زیدوی با گروهی عیاران بیامد و قصد کثیر کرد اندر سفر سنه 500 سال 305 و کثیر محمد ابن القاسم را با سپاهی پذیره بوسحاق فرستاد. حرب کردند. آخر هزیمت بر بوسحاق افتاد و برادر وی را
بازکریا یا بازکریان زیدوی را اسیر گرفتند. ابو سحاق به خراسان شد و یاران وی را بیشتر اسیر بیاوردند و این حرب اندر ربیع الاخر سنه 35 بود. باز مقتدر عباس شفیق را به رسولی فرستاد سوی کثیر ابن احمد که عمل تسلیم باید کرد به بدر. مردمان جمع شدند که ما هیچ کسی نخواهیم مگر کثیر ابن احمد را. باز بدر زید ابن ابراهیم را با سپاهی بسیار به سیستان فرستاد. چون به نزدیکان شهر رسیدند، یاران کثیر و عیاران به حرب بیرون شدند و حرب کردند. سپاه بدر هزیمت کرد و زید ابن ابراهیم را اسیر گرفتند. و این روز چهارشنبه بود، 14 روز باقی از رجب سنه 35. ببخشید. باز عباس شفیق دیگر راه به سیستان آمد با نامه پسر فرات و آن بدر اندر فرستادن زید ابن ابراهیم و خلاص کردن او. و کثیر ابن احمد زید را خلاص کرد و خلعت داد و اسبی داد و 2 اسب و 5 شتر و 1000 دینار و 10 تخت جامه و بفرستاد. و عباس شفیق را 600,000 درم داد که نزدیک پسر فرات باید رسانید. چون روز شنبه بود، 2 شب باقی از شوال سنه 36، کثیر ابن احمد بیرون شد به تنزه، یعنی به گردش و هواخوری، سوی کرکوی اندر اماری، و سرهنگان با او و غلام او تکین با او بود اندر اماری. یاران او بازگشتند و استر را پی کردند و پیشی به کشتن وی ترابیل کرد و احمد ابن قدام یا قدام و کثیر ابن احمد را بکشتند نماز دیگر. و کثیر ابن احمد با یعقوب را به تازیانه زده بود و کورکتر حکم کرده بود که کثیر را اندرین روز بکشتند و با یعقوب را شتاب گرفته بود نماز دیگر به سرای کورکتر شد که نکشتند کثیر را. گفت ای دانشمند، هنوز روز به قدر کثیر کشتن مانده هست. تا این بود خبر آمد که کثیر را بکشتند. این با یعقوب هم که اون دفعه پرسیدی، اینجا تو پاورقی بهار گفته احتمالا یکی از فقهای معروف سیستان بوده، چون دانشمند رو به فقیه میگفتن. و احمد ابن قدام اندر شهر آمد و به کوشک یعقوبی فرود آمد روز یکشنبه، 1 شب باقی از شوال سنه 36. و عمال کثیر را هم بر شغلها بگذاشت و گروهی به بست فرستاد، از بسیاری آب به بست اندر نیارستند شد. باز خود به نفس خود به بست شد و احمد ابن بهمن را بر سیستان خلیفت کرد. پس گروهی به سیستان هوای محمد ابن قاسم کردند که داماد کثیر ابن احمد بود و محمد قاسم عامل کثیر بود به زابلستان. باز سپاه آورد و به در بست با احمد قدام حرب کرد. محمد قاسم هزیمت شد و به سیستان آمد و احمد قدام بر اثر او سپاه فرستاد. محمد قاسم بگریخت و به زابلستان شد و احمد ابن قدام مطهر ابن طاهر را بست داد. باز محمد ابن حمدون اسفسالار، همون سپه سالار، را با گروهی سپاه به یاری وی فرستاد به بست و خود به سیستان بود، تا خبر آمد که محمد ابن حمدون خلاف پیدا کرد و قصد بست کرد. اندر اثر خبر آمد که بخشک و طغان بست بگرفتند و احمد ابن قدام زینجا به بست شد. به دشت بکان حرب کردند و طغان به هزیمت رفت و احمد ابن قدام سپاه فرستاد به طلب محمد قاسم.
بیافتند و بگرفتند بدهی به در طعام و بکشتند. باز احمد ابن قدام احمد ابن ترکه را بند کرد و به کوهتز یا کوهج یا کوهتیز فرستاد و بفرمود تا آنجا بکشتند اندر جمادی الاولای سنه تسع و ثلاث مئه سال 309. نکنه این کوهتیز همونجاست که محمد غزنوی زندانی بود؟ آره اینجا هم گفته توی تاریخ بیهقی هم اومده اسمش. همینجا هم یه بار دیگه پاورقی گفته بود این چند جور می‌نویسه، نمی‌دونم حالا کدوم اسمش، کوهتیز، کوهتیز، کوهجم هست. احمد ابن قدام به سیستان آمد و سپاهی فرستاد به طلب طغان و به زمین داور. اندر طغان رسیدند و حربی سخت کردند. آخر طغان را اسیر کردند و به سیستان آوردند بر اشتر و کرسی بر پشت اشتر در زیر وی نهاده. روز شنبه 11 روز گذشته از ماه رمضان سنه تسع و ثلاث مئه و بفرمود تا بکشتند. چون طغان کشته شد باز همه جهان طلب عبدالله ابن احمد همی کرد و عبدالله متواری بود تا شب سه‌شنبه 13 روز گذشته از جمادی الاخر سنه عشر و عشر و ثلاث مئه. هیچ کسی را خبر نبود تا به لب پارگین به در فارس نو آواز طبلی آمد ضعیف گونه. احمد قدام از کوشک یعقوبی بیرون آمد با سپاه. نگاه کرد عبدالله ابن احمد بود با گروهی غوغا. حرب آغاز کردند. چون آواز حرب به شهر اندر آمد مردمان بدانستند. عامه شهر عبدالله ابن احمد را یاری کردند و احمد ابن قدام با اندک مردم به هزیمت برفت هم از لب پارگین و به بست شد و عبدالله ابن احمد اندر قصر یعقوبی شد و ذخایر و مال و سلاح احمد قدام همه به دست او افتاد و همه مردم سجزی که با احمد قدام بودند نزدیک عبدالله ابن احمد آمدند و هندوان با احمد قدام به بست شدند و طلحت ابن سوار را به طلیعه به دهک فرستادند. پس عبدالله ابن احمد به سیستان دو پسر ترابیل هندو را که سالار هندوان یعقوبی بود بند برنهاد. نامه ترابیل اندر نهانی سوی عبدالله ابن احمد رسید که امانم ده تا بیایم. عبدالله او را امان داد و خلعت فرستاد پیش از آمدن. ترابیل به سیستان آمد و احمد قدام به رخت بود. چون ترابیل بیامد عبدالله ابن احمد قوی گشت. سپاه جمع کرده به قصد احمد قدام کرد و عزیز را پسر خیش را بر سیستان خلیفت کرد و غره رمضان سنه عشر و ثلاث مئه برفت با سپاهی قوی ساخته و خواست که به راه بیابان برود. خبر رسید که احمد قدام همه چاه‌های بیابان انگجت افکنده است و آب تباه کرده. این انگجد هم یه نوع صمغیه، بهش انگجد، انگجه، انگجان و انگزان و انگوزه و اشترغاز هم میگن. همونجوری هم که از اسمش معلومه خیلی بد بوده. به عربی هم هلتیت میگن بهش. پس به راه دیگر برفت تا برسید به نوغان و احمد قدام به حرب او بیرون آمد و حربی سخت بکردند. آخر احمد ابن قدام هزیمت شد و سپاه از پس او برفت و نزدیک وی رسیدند. از بایستاد پیاده شد اندر رسیدند و بگرفتند او را. روز شنبه 4 روز باقی از ماه رمضان سنه عشر و ثلاث مئه. پس احمد ابن قدام را به سیستان آوردند دیگر روز عید و سپاه سالار وی را سیمجور را و عبدالله ابن احمد مالها بستدن گرفت و فرمان داد مطهر ابن طاهر را که از مردمان بست 1000 درم بستان
و عبدالله ابن احمد به نفس خیش به رخت شد و از آنجا نوشت. چون روز یکشنبه بود، 9 روز باقی از محرم سنه 11 و 13 سال 311 عامه سیستان بر عزیز ابن عبدالله خروج کردند و پیدا کردند شعار امیر ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خلف ابن لیث را. نشاندن امیر ابو جعفر را به امیری شب چهارشنبه 13 روز باقی از محرم سنه 11 و 13. این هم از نواده های چیزه، از نواده های خلف نداشتیم آخه. خلف کیه؟ اینا جدشون میرسه به هم دیگه. از یه طرف دیگه حالا یه بار این چیزم شجره صفاریان هم نشون بدی خوبه. کجاست؟ دوی... نه اینجا که نداریم. تو ویکی‌پدیا اگه پیدا بکنیم آره بعدم بذاری. باشه آره. از کجا میگم خسته نشدی؟ یه ساعتی داری میخونی ها. اینو میتونم بخونم بعدش بذاریم تا سر اسیر ماندن عبدالله، تا باش 2 صفحه دیگه میتونم بخونم. باش مرسد بگو. بازم بگم این کیه یادتونه؟ این امیر بو جعفر که دیگه همین که رودکی براش. آره آره، ولی مرزاد اون موقع یه اسم ابو جعفری خیلی وقت پیش اومد. همین بود که گفتیم. میدونی چی جوری اسمش اومد؟ گفت که این زمان... گفت که آه. بگو مرزاد. انقدر مهم بود تولدش که اون دفعه اولی که اومد گفت که گفت این سالی بوده که ابو جعفر به دنیا اومده. راست میگی آره. آره یه جورا من به نظرم عجیب اومد. این میگه فلانی بچه دار شد، اسم بچه شو گذاشتن. آدم چی این چه اهمیتی داره را؟ آدم مهمی بوده. پس از این به بعد اوضاع سیستان قرار سامان بگیره دیگه، چون این خیلی 40-50 سال قرار امیری کنه ابو جعفر. آره. مرسی، بخون پیان. پس او را بیرون آوردند و بنشاندند و او اندک مایه بزرگ بود هنوز، اما با خرد پیران بود و علم بسیار حاصل کرد و فر شاهی و بزرگی اندر وی پیدا، و شهر عیاران فرو گرفتند و دست به غارت و کشتن و سوختن بردند. چون امیر بوجعفر آن بدید، خیشتن را احتیاط کرد، کار مهمل فرو گذاشت و خود نهان شد. روز پنجشنبه 12 روز مانده از محرم، چون خبر نهان شدن او از مردم نزدیک عزیز ابن عبدالله برسید، به هزیمت رفته بود، باز آمد. چون به در شهر آمد، عیاران بانگ امیر بوجعفر کردند و گفتند هرگز بر ما هیچ کسی سالار نگردد مگر او. چون عزیز آن بدید، بازگشت و به رباط ربیع فرود آمد، و خبر امیر بوجعفر به عبدالله ابن احمد برسید، نخفت و نیارامید تا به سیستان آمد. روز شنبه 11 روز باقی از سفر سنه 11 و 13. چون کار شهر متغیر دید و دلهای مردمان و عیاران از خیشتن نفور و هیچ کسی نزدیک او نشد و محبت امیر با جعفر اندر دل مردمان جایگیر دید و شعار او آشکاره، متحیر ماند، بیرون شد از شهر و عیاران بانگ با جعفر همی کردند، و امیر با جعفر اندر خانه نشسته و به هر جای جاسوسان و پیکان و نامه ها همی فرستاد، و اندر سر نزدیک میهم ابن رونک نوشته بود و او عامل رخت بود از دست عبدالله ابن احمد که باید دل سرهنگان و موالی ما که آنجایند بدان دیار خوش گردانی و ایشان را از جهت من تهنیت کنی به خلعتهای نیکو و نواختها و عملهای بزرگوار. و همچنان نزدیک همک ابن نوح نوشته بود و گفته که بیای تا رخت و هر چند توانی مردم جمع کن و بیعتها بستان، و همگنان او را اجابت کرده بودند. و میهم چون
خبر بیرون آمدن امیر با جعفر بشنید، عبدالله ابن احمد را خلع کرد و خطبه بر امیر با جعفر کرد و همک به رخد آمد هم به فرمان او و عبدالله ابن احمد محمد ابن محمد ابی تمیم را به خلیفتی بست فرستاد. مردمان او را اندر نگذاشتند و پیدا کردند شعار امیر با جعفر و خطبه برو کردند. چون خبر خطبه بست به رخد سوی میهم برسید، از رخد به بست آمد و به بست بیعت امیر با جعفر را بگرفت و مردمان را بگفت که او چندین روزگار است تا این کار فرو گرفته است و همی راست کند اندر نهان. عبدالله ابن احمد فرومانده بود اندر حدود سیستان که ندانست که چه کند و کجا شود و بر هیچ کسی او را اعتماد نمانده بود که همه عالم میل با امیر با جعفر کرده بودند. پس امیر بو جعفر نامه کرد سوی میهم که برخیز و به سیستان آی با سرهنگان و حشم که جمع شده است از اولیا تا عهد تازه کرده آید. و میهم از بست برفت با سپاهی ساخته جان و مال فدا کرده که ما مهتری یافتیم از یادگار پادشاه خیش و از خدمت بیگانگان و بندگان رستیم. چون میهم با این سپاه نزدیک سیستان برسید، عبدالله ابن احمد را خبر نبود، چون خبر عیاران نزدیک عبدالله احمد برسید بازگشت. تا بازگشت آواز طبل و بوق ها شنید و میهم با سپاه فرا رسید. نه میهم را از او خبر بود و نه او را از میهم. حرب فرو گرفتند ناساخته و حربی سخت بکردند و یاران میهم چیره دستی کردند و دولت نو و سعد روزگار. عبدالله ابن احمد هزیمت شد و اندر وقت خبر سوی امیر با جعفر آمد. آشکاره شد و به قصر یعقوبی به قصر پادشاهی بنشست و اندر وقت یمان ابن حذیف را بر اثر عبدالله ابن احمد بفرستاد. یمان به بندان اندر عبدالله احمد رسید و او را آنجا اسیر گرفت و به شهر اندر آورد. شب دوشنبه 13 روز گذشته از رجب سنه 11 و 13 سال 311. تا همینجا باشه. دست درد نکنه. خوبه، حالا دیگه کار سیستان قرار گرفت. خب ولی برام جالبه این مثلا مردم سیستان اینجوری هویت دارن برای خودشون، میگن ما اینو میخوایم اونو نمیخوایم. نقش عیاران مثلا خیلی برجسته است اینجا که طرف کیان. ولی همیشه چیزای ناممکن میخوان. هرچی که سرش جنگه طرف متواری میگه اونو میخوایم. اونو خلیفی نمیخواد میگه اتفاقا ما اونو میخوایم. اونو خلیفی میخواد میگه ما اینو نمیخوایم. هرچی که جنگ رو. آره. علی اصغر مثل این که نیست. ما هفته دیگه ویسورامین رو شروع کنیم. متعالی اصغر پیشنهاد کرد که ویسورامین چهارشنبه باشه. حالا میتونیم برنامه اینجوری باشه که سه شنبه چیز بخونیم، سنبادنامه و همین تاریخ سیستان رو بخونیم، چهارشنبه ویسورامین بخونیم و چیزم که تموم میشه این هفته دیگه، بوفکور هم تموم میشه، شاعر باحال بخونیم، شاعرای مهرزاد. دیگه مشکل ندارم، ولی میتونیم یه متن نثر باشه، یه نظم باشه. علیا صدای من میاد؟ آره راست میگی، من ببخشید میوت شده بودم. آره میتونیم مثلا حالا اگر اون چیزه مثلا سه شنبه همون مثلا چند تا شاعری که من آماده کردم و بخونیم با تاریخ سیستان، چهارشنبه سنبادنامه و ویسورامین بخونیم. این هم میشه، این هم خوبه، این هم خوبه. باش، پس تو برای سه شنبه آماده کن. آماده است. تو که میدونی که حتی صفحات هم گفتم به چه صفحه میخوام بکنم. پویان چی گفتی؟
تاریخ سیستان چهارشنبه شد؟ نه فرق نکرد دیگه، تاریخ سیستان همین آها سه‌شنبه. سه‌شنبه سه‌شنبه. خیلی خب باشه، دستم بگی در نکنه، بریم تا هفته آینده. ابوالفضل هستی صدای ما رو میشنوی؟ قبل از اینکه خدافظی کنیم، تو از خیلی بله وقت عزیزم، پیش قرار بود سلام واسه ما سلام فیلمافی عزیزم. بکنی، فکر نکن یادمون رفته. ببین دو تا مجلس اولش هم نشستم اسلاید و اینا هم درست کردم، ولی یه ذره همچین روحیه چیز ندارم میدونی دیگه. آره. ولی آره دوست دارم، میگم تو ذهنم هست که اتفاقا خیلی مفصل میگم، حتی اسلاید پاورپوینتیش کردم که اینجوری راحت‌تر هم بشه اون رو راجبش حرف زدم. ببخشید بابت آهنگ پس زمین نه تو باشگاه آفر نبودی خبر از اینکه بیای، من چند تا لعنت فرستادم برات، رسید خب خیر، خدا رو شکر بالاخره هرچی درود به اون نفرستم پشت به اندازه کافی هست. چی شده؟ یه چیزی نوشته بودی راجب چیز، راجب آزار و رنج کودکان و اینا، بعد یه مقدمه اینجا. آره خب. خیلی اذیت شدم با خوندنش، بعد تو نبودی چند تا فوش فرستادم برات. شرمنده دیگه، بالاخره میبینیم داره چی جوری میشه. فدای تو عزیزم، مرسی بلد. مرسی، ببخشید من کمپا رو خیلی کپی رو ببخشید کمکاری، ولی ما زیاد فدای تو عزیزم، قربونت قربونت برم، شبت شب همگی بخیر، مرا خودتون باشی. آقا شب همگی بخیر. چی پنجشنبه؟ پنجشنبه نیست نه. مریم تو کی اومدی؟ سلام. سلام سلام. آره بعد چند وقت اومدم، امروز خیلی خوب بود، مرسی. بیا ما چیزم بیا، این سندباد نامرم بیا. میام میام انشالله. باشه شبتون بخیر. مرسی، شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر، به امید دیدار، خدا نگهدار. خدا حافظ.